سلام خوش اومدید به این جلسه از کلاس درس که میخوایم در اون تمرین یک تمرین یک فصل یک کتاب فیزیکی یک پیش رو حل بکنیم همه چی یک شد و اون هم اینه که من براتون آوردم گفته معادله حرکت جسمی در اس SI, یعنی سیستم اس SI, سیستم استاندارد یک ها این هست XT, x t x مساوی هست با t به توان سمن های سه تی به توان دو که این همون معادله حرکت هست که گفتیم x مساوی با f هر افتی میتونه باشه و از ما خواسته اولا بزرگی سرعت متوسط جسم رو در یک بازه خاصی پیدا بکنیم و ثانیا بزرگی سرعت متحرک رو در لحظه خاص یعنی هم سرعت متوسط باید تمرین بکنیم با هم سرعت لحظه خب من مطمئنم اینو خودتون خیلی راحت میتونید حل بکنید چون میدونید که سرعت متوسط برابر هست با دلتا ایکس تقسیم بر دلتا تی خب من از بازه یک تا دو ثانیه میخوام پس دلتا تیم که هست یک ثانیه چون از دو منهای یک میشه یک کافیه که من جا به جایی رو از زمان یک تا زمان دو حساب بکنم خب پس در زمان یک تی مساوی با یک ایکس من چقدره؟ ایکس مساوی هست با یک به توان سه منهای دو زب در یک به توان دو من فقط به جای تی اینجا میذارم یک این میشه منفی یک در زمان دو ایکس مساوی هست با دو به توان سه منهای سه ضرب در دو به توان دو که این میشه سه چهار تا دوازده این میشه هشت میشه منفی چهار بنابراین جسم من از زمان دو تا در حقیقت از زمان یک تا زمان دو سه تا در جهت عکس محور ایکس ها جا, به جا شده درسته؟ یعنی این اگر محور ایکس های من باشه و این نقطه صفر باشه این منفی یک منفی دو منفی سه منفی چهار جسم من از نقطه منفی یک اومده به نقطه منفی چهار یعنی منفی سه تا جابجا جا شده پس دلتا ایکس من میشه منفی سه متر دلتا تی من میشه یک ثانیه در نتیجه سرعت متوسط میشه منفی سه متر بر ثانیه خب این از سرعت متوسط که ما تونستیم در بازه 1 تا دو حساب بکنیم خب برای سرعت لحظه ای که بخش ب این سوال باشه خب باید مراجعه کنید به دقیقا ویدئوی قبلی که من یعنی در اون بحث کردیم که سرعت لحظه ای یعنی V در زمان مثلا چهار مساوی هست با مشتق معادله حرکت به نسبت زمان در این این خط که من میذارم تی مساوی با چهار یعنی مشتق رو باید بگیریم و در تی مساوی با چهار حساب بکنیم خب من از معادله x مساوی با t من های سه, منهای سه تی به توان دو میتونم دقیقا معادله سرعت رو با مشتق گرفتن حساب بکنم خب من فرضم بر اینه که دیگه شما مشتق گرفتن رو در پیش دانشگاهی بلدین اگر نمیتونید ویدیوهای مشتق کلاس درس رو ببینید در نتیجه دی به دی مساوی میشه با سه تی دو من های خب الان این معادله که من اینجا کشیدم نوشتم داره به من هر لحظه سرعت لحظه ای این جسم رو میده و من کافیه که تی رو برابر با چهار قرار بدم در این معادله یعنی سه اشتباه شد یعنی سه ضرب داره چهار به توان دو منهای 6 ضرب در 4 رو حساب بکنم که چند میشه خب این میشه 16 ضرب در 3 48 منهای 24 میشه 24 متر بر ثانیه که عدد نسبتاً بزرگیه یعنی از یک سرعت متوسط منفی رسید به یک سرعت متوسط مثبت خیلی بزرگ اما برای اینکه یه خورده از این ریاضیات صرف قضیه رو فراتر ببریم یه خورده راجع به شهود این مشتقگیری هم بخوایم صحبت بکنیم خیلی خوبه که نمودار مکان زمان جسم رو رسم بکنیم البته این نمودار رسم کردنش کار راحتی نیست من رفتم و در گوگل جستجو کردم تی به توان سه یعنی اینجوری توی کامپیوترتون اگر در گوگل جستجو بکنید منهای سه تی به توان دو گوگل براتون نمودار رو رسم میکنه من میخوام الان نموداری گوگل رسم کرد رو بیارم خب این نموداری هست که گوگل در ازای این جستجویی که من کردم برای من رسم کرده این روزا دیگه با پیشرفت تکنولوژی خیلی نیازی نیست شما به خودتون زحمت بدید و نمودار رسم کنید یا حتی انتگرال بگیرید یا حتی مشتق بگیرید این مشتق رو هم شما میتونید برید و خیلی راحت در اینترنت وارد بکنید در سایتی مثل ولفرام آلفا یا گوگل و حساب بکنید خب نگاه کنید این نمودار رو من گفتم که شیب مماس بر منحنی در هر نقطه به من چی رو میده به من مشتق تابه در اون نقطه رو میده و در نتیجه شیب مماس بر منحنی XT یعنی مکان زمان به من سرعت رو در اون لحظه خواهد داد خب الان در این لحظه چهار من اگر شیب مماس بر این منحنی رو رسم بکنم به یک همچین چیزی خواهم رسید این در لحظه چهار هست و خب این شیب رو دیگه از روی چشم نمیشه حساب کرد شیب رو دقیقا یه وقت فکر نکنید این شیب برابر با این عدد هست تا شیب برابر با دقیقا شیب هست یعنی نسبت دلتا وای به دلتا ایکس رو باید به ازای دلتا ایکس های کوچیک حساب بکنیم ولی همینجوری میبینید این شیب نسبتا خیلی زیاد خب یعنی این عدد 24 که من به دست آوردم معقول به نظر میاد و از اون جالب تر اگر در بازه یک تا دو شما به این تابه نگاه بکنید این یک هست این دو اگر شما در این بازه نگاه بکنید در کل این بازه شیب مماس بر این تابه من منفی خواهد بود چون داره در جهت منفی حرکت میکنه و بنابراین سرعت لحظه ای در تمام این بازه منفیه یعنی من دارم در جهت عکس محور ایکس ها حرکت میکنم همونجوری میبینید این محور ایکس و من دارم در جهت عکس حرکت میکنم در این بازه و در نتیجه انتظار دارم که سرعت متوسط من هم منفی بشه که این رو این نمودار هم داره به من میگه خب خیلی هم خوب در ویدئوی بعد میبینمتون فعلا خدافظ